تقیه آزاد ارمکی جامعه شناس در ایران در گفتگویی با روزنامه اعتماد هشدار داده که اگر سیستم دست به تنبیه و مجازات معترضان بزند، رفتار مردم رادیکال می شود و صبر آنها پایان می یابد. به گفته این جامعه شناس، مردم چشم انتظار آینده هستند و امروز همه ایران تغییر می خواهند. گفتگو می کنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس. آقای پیوندی، روز گذشته یک جوان معترض به نام محسن شکاری به اتهام محاربه اعدام شد. آیا این گونه رفتارها از سوی حاکمیت هر چه بیشتر بشه به نظرتون مردم و معترضان رو از اعتراض باز می‌داره یا اینکه رادیکال‌تر می‌کنه و بیشتر به سمت تغییرات بنیادگرایانه سوق میده؟ فرضیه‌ای که حکومت داره و در میشه گفت در چند دهه گذشته بر اساسش عمل کرده اینه که در حقیقت اگه مردم از خشونت دولتی و از در حقیقت سرکوب‌های دولتی بترسن، یعنی رعب از دولت وجود داشته باشه، ترس از دولت وجود داشته باشه، این یک مانع و یک عامل بازدارنده در حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی در ایران خواهد بود. بخاطر همین هم اگه توجه کنید در سرکوب‌های 96 و 98 خب یه درجه بسیار بالایی از خشونت وجود داشت و اونجا در حقیقت تا حدودی جواب داد اون خشونت و به سرعت در واقع جنبش خاموش شد. اما این بار خشم عمومی و اون سرخوردگی عمیقی که در جامعه وجود داره سبب شده که این ترس در واقع از بین بره، یعنی دیوار ترس در ایران شکسته در ذهنیت عمومی و همین یک جرأت اجتماعی جدیدی به جوونا و سایر گروه های اجتماعی داده که مخالفت اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف و به طور علنی و بدون ترس مطرح کنن. اینی که خیلی از سلبریتی ها مثلا به طور آشکار مخالفت خودشون رو اعلام میکنن یا دخترها حجاب برمیدارن، همه این اشکال اعتراضی مقاومتی که امروز دیده میشه ناشی از فرو ریختن دیوار ترس هست و حکومت هم تلاش میکنه که کماکان بر روی همین در واقع فاکتور و همین عامل تکیه بکنه و اعدام امروز هم به نظر من یه نوعی در واقع زهر چشم گرفتن، یه نوع تلاش میکنه که درس عبرتی داخل گیومه باشه برای کسانی که به مخالفت با حکومت دست میزنن یا در خیابان‌ها اعتراض میکنن. و تهدیدهای لفظی آقای پیوندی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته معترضان را به برخورد قاطع تهدید و اعلام کرد که دیگر خیشتنداری نمی کنیم. بارها در این سه ماه مقامات نظامی و انتظامی دست به این گونه تهدیدها زدند. اما سوال این است که مگر تا به حال خیشتنداری انجام شده که حالا نیروی انتظامی از پایان اون صحبت میکنه؟ این لحن تهدید و در عین حال تحقیرآمیز مقامات و مسئولان در قبال معترضان را چگونه تحلیل میکنید؟ در حقیقت این یه نکته گرهی در وضعیت جنبش در هفته‌های اخیر بوده، برای اینکه حکومت چه در خیابون‌ها، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با خشونت بسیار زیاد برخورد کرده مخالفین و همونجوری که شما به درستی اشاره کردین در بعد زبانی، در سویه زبانی هم ما این خشونت رو می‌بینیم به اشکال مختلفش، چه تحریف‌ها، چه تحقیرها و چه تهدیدها و ارعابها. همونجوری که برای مثال 4-5 هفته پیش فرمانده کل سپاه اعلام کرد که از فردا هیچ تحملی وجود نخواهد داشت، کسان دیگری هم اعلام کردن این رو، ولی به نظر من مسئولین میزان خشم و سرخوردگی که در جامعه وجود داره رو دست کم میگیرن، نمیدونن این نارضایتی عمومی امروز با تهدید حل میشه، یعنی اون مسئله ترس زدایی و فرو ریختن دیوار ترسی که من ازش صحبت کردم باعث شده که این شهامت جدید اجتماعی در واقع در جامعه یه جای بزرگتری پیدا بکنه، مهمتری پیدا بکنه و اشکال مختلف تهدید کارایی گذشته رو نداشته باشن و برای همینم ما میشه گفتش که از اونجایی که حکومت هیچ راه برون رفتی ارائه نمیکنه و هیچ تمایلی به هیچ نوع سازش و گفتگویی از خودش در این هفته ها نشون نداده، علارغم اینکه اینجا اونجا یه چیزایی گفته شده، ولی شما در مجموع نگاه کنید حکومت مونده روی یک روایتی از این جنبش بزرگ اعتراضی که درش در واقع چیزایی هست که با واقعیت صدق نمیکنه، یعنی اینی که اینا مزدور هستن، خارجی هستن، اغتشاشگر هستن، یعنی تلاش میکنه که با تغییر اینها و همینطور با خارجی تحت تاثیر خارجی یا فریب خورده خواندن اونها
اونا رو محدود بکنه و بی اعتبار بکنه. و برای همین هم در واقع ما الان در یه نوع بن‌بست هستیم و خشونت حکومتی، حالا چه زبانی چه خشونتی که در خیابان‌ها، در زندان‌ها و به خصوص در بازگاهش، بازداشتگاه است و خیلی کم متأسفانه صحبت میشه، این اشکال مختلف خشونت تا امروز جامعه را عصبانی‌تر و خشمگین‌تر کرده و مصمم‌تر کرده به طرف برای اینکه برن به طرف در واقع حرکت‌های احتمالاً وسیع‌تر و کل حکومت رو در واقع به چالش بکشن در باره اون چیزی که در واقع در چارچوب اون چیزی که براش طغیان کردن، یعنی به دست آوردن اون دست کم برخی از مطالبات اونشون یا عوض شدن شرایط در واقع سیاسی ایران یا حتی برکناری نظام. برای همین ما در واقع با یک بن‌بست در جامعه ایران سر و کار داریم امروز که نه معترضین از اعتراض دست میکشن و نه حکومت گوش شنوایی داره و یا تمایلی به گفتگو و سازش و عقب نشینی نشون میده. بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس، از اینکه با ما همراه بودید. خواهش می‌کنم.